مراسم جهند بالا و تجلیل از سال نو با حضور صدها تن در هرات برگزار شد. باشندگان هرات با دلی مملو از امید از سران حکومت خواستار برقراری امنیت و ایجاد ثبات اقتصادی در سال 97 هستند. از سوی هم مسئولان امنیتی در غرب کشور از تدابیر امنیتی برای تامین امنیت ولایت غربی کشور طی سال جدید خبر می‌دهند. فرمانده زون 606 انصار میگوید در سال پیش رو نیروهای امنیتی آماده تامین امنیت انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها هستند. به این گزارش توجه کنید. با دلهای مملو از امید برای آغاز سال نو دست به دعا شدند. اینجا در مزار سلطان میر عبدالواحد شهید هرات معروف به سلطان آقا مراسم جهند بالا و استقبال از سال 1397 با حضور حراکین دولتی و صدها تن از باشندگان هرات برگزار گردید. باشندگان هرات معتقدند هنگام انجام مراسم جهند بالا هر کسی که از اعماق قلب آرزو کند در جریان سال آرزوی وی برآورده می شود. جهند بالا مراد از خداوند متعال می طلبند که کشور امنیت شه، رومی شه، جنگ و جدال گم شه، صلح و برابری و برادری به این کشور بیاید. همانند سالهای گذشته باشندگان هرات در مراسم تجلیل از سال نو از سران حکومت خواستار تحقق آرزوی دیرینه‌شان هستند. این گوشه از تجلیل سال نو در ولایت هرات است. باشندگانی که در این مراسم شرکت کردند خواستار تامین امنیت و صلح دائمی در سال پیش رو هستند. بعد آرزو ما همین دیگه کردم امنیتی باشه با ما افغانستان بلخص به هرات، ولی که پروژه تپی هم شده بلکه امنیتی بیشتر بشه برای ما. آرزوی موفقیت و صلح و آرامش در کشور دارم و دوست دارم که آرزو دارم که همه همشهریان عزیز امسال به خوبی خوشی سفری کنه. اول باید تو امنیت میده. وقتی که امنیت باشه تاجر، مردم، همه دلجم، کار، کسیبی، همه چی رشد اقتصادی داریم. به چهام و راحت میرم مکتب میاین. گردی دیگه کسی نمایی که امنیتی رو بگیره مکتب برم یا نرم. با این حال مسئولان امنیتی در غرب کشور سال گذشته را سال پردستاوردی در حیطه مسائل امنیتی عنوان می کنند. فرمانده زون 606 انصار از تلاش‌ها جهت برقراری امنیت سرتاسری در حوزه غرب کشور سخن می‌زند و می‌گوید از جمله مهم‌ترین برنامه‌های نیروهای امنیتی در سال پیش رو تامین امنیت انتخابات شورای ملی و ولسوالی هاست. به خاطر تامین امنیت مردم عزیز خود، سایه مسئولیت خود کوشش کردیم تا تلاش می‌کنیم تا باشه که مردم عزیز ما در آسایش و آرامش به سر ببرند. در مراسم جهند بالای امسال باشندگان هرات صدها آرزوی نیک را برای سال 97 در سرشان پروراندند. دیده شود که سال 97 چگونه سالی برای باشندگان هرات و ولایت حوزه غرب افغانستان خواهد بود. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، هرات.